Bonjour, je m'appelle M. Rochel et c'est le son numéro 28 de notre cours de français. Comment allez-vous, mes amis Ça va bien, en forme. Moi aussi, je vais bien. À voilà tout coubit, rubailit, je la c'est Mais مثل مثلا تو انگلیسی میگیم مای مثلا بگ قبلا خوندیم صفت های ملکی به چند تا آمر بستگی دارن یکی بستگی داره که کی بگه یعنی مالکیت مال کی باشه ملک کی باشه مثلا مال من باشه مال تو باشه مال ما باشه دیگه بستگی به این داره که مفرد باشه یا جمع باشه مذکر باشه یا معنیس باشه پس بر اساس اینا تغییر میکنه هم نیست ما حالا امروز همش رو یاد بگیریم من فقط میخوام برای من من سه تا حالت برام ممکنه توی صفتهای ملکی یا من صاحب یه چیزی باشم مذکر من صاحب یه چیزی باشم مؤنث و یا جمع باشه ما توی صفتهای ملکی وقتی جمع باشه دیگه فرقی برامون نمیکنه مذکر یا مؤنث بودن دیگه در هم میشه قبلا خوندید و میدونید که صفتهای ملکی قبل از اسم میاد مو برای مذکر ما مهندس م مه جمع پس میشه مو ما م مو ما م همشون هم با مش می میم شروع میشه کیادمون نره خیلی خب Écoutez cette conversation entre Sarah et Serge. Bonjour monsieur, je m'appelle Sarah. Enchanté Sarah, je m'appelle Serge, comment allez-vous? Très bien monsieur, est-ce que vous parlez le français? Oui, je parle un peu le français. Est-ce que votre famille est en France avec vous? Oui, ma femme et mes enfants sont à Paris. Combien d'enfants avez-vous J'ai une petite fille et deux grands garçons. Avez-vous une voiture Oui, j'ai une voiture. Ma voiture est américaine. Est-ce qu'elle est petite Non, pas vraiment. Elle est assez grande pour ma famille. یه جمله که قرار بود خیلی زودتر یاد بگیریم الان داریم یاد میگیریم جمپل اگه گوش داده باشید اول کلاس میگم جمپل مصطفی شالچی جمپل پس یعنی اسم من هست اسم من هست دیت سلام آقا بونجور مسیو دیت اسمم ساراست جو سقه سارا سقه بگید اسمم علیه جو علی دیت خوشبختم سارا پس هرکی اسم شما عرفی میکنه شما باید بگید خوشبختم Enchanté, Sarah. Enchanté, Sarah. Serge, je me souviens bien de toi. Je m'appelle Serge. Je m'appelle Serge. Demandez. Je suis Comment allez-vous? Comment allez-vous? Répondez, Réhé. Très bien. Très bien. آقا آیا شما فرانسه صحبت کنید؟ Monsieur, est-ce que vous parlez le français? Monsieur, est-ce que vous parlez زبان فرانسه میشد لو فرانسه. ولی معمولا وقتی که میخوایم صحبت کنیم، میگیم فرانسه صحبت میکنیم، لو شو میندازیم. من به خاطر اینکه شما بدونید لو فرانسه مذکره و زبان فرانسه این لو فرانسی. این لو رو اینجا حفظ کردن ولی بهتره که گفته نشه وو پارله فرانسه est-ce که وو parlez فرانسه اگه کم خواند بود اوکی میگیم جو کم خان لو صحبت کردن لورو لو رو میندازیم جواب بیده بله یک کم فرانسه Oui, je parle un peu le français. Je parle, je parle un peu le français. Je parle un peu français. Je parle un peu français. حالا میگم خانواده خانواده میشه فمی فمی خانواده شما میشه وتخفمی فامی اگه آیا خانواده شما در فرانسه هستند بعد خانواده مفرده حالا نگاه نکنی خانواده چون چند نفر جمع اسم خانواده Moufrad est fêlécham, moufrad miyam. Est-ce que votre famille est en France? Moi, je peux mettre le E, c'est-à-dire que je peux le prononcer. Est-ce que votre famille est en France? Est-ce que votre famille est en France? Avec vous? Avec vous? با من چی میشد؟ avec moi با شما چی میشد؟ avec vous il répond همسرم و بچه هام همسرم مؤنثه پس باید از ما استفاده کنم مفهم مفهم بچه هم جمعه از م می استفاده میکنن ما گفتیم تو زبان فرانسه اس آخر تلفظ نمیشه ولی اگه حرف صدادار بعدش بیاد میتونه تلفظ شه پس اینجا میشه مزانفان مفام ای مزانفان, مفهم ای مزانفان. تو پاریس هستن به در پاریس هستن سان نپقی ما فام می سان دومانده بپرسید چند تا بچه دارید؟ شما دارید میشه ووزوه سوالیش میشه اوه وو کمبین وو Combien d'enfants avez-vous? Je vais peux chanter pas, vous tarderie. Couche, Je J'écoute. Combien de garçons avez-vous? Combien de garçons avez-vous? Chantez-toi tarderie. Combien de filles avez میگه یه دختر کوچیک دارم کوچیک میشه پتیت بیسکویت بود پتی بور میشه کره پتی یعنی کره یه کوچیک از اون پتیه یعنی کوچیک یه دختر کوچیک دارم ژون پتیت فی J'ai une petite fille. Va d'autres D'autres Et deux grands garçons. Et deux grands garçons. J'ai une petite fille et deux grands garçons. ماشین دارید اتومبیل دارید اتومبیل میشه واتور واتور بچه اینو باید قشن بتونید از روش بخونید او ای صدای او میده او صدای اوی فرانسه واتور مزکر یا این معنس ماشین معنس مثلا یه ماشین کروک قرمز خوشگل تصور کنید که یه خانوم خوشکل تر نشسته پشتش در رانندگی میکنه ماشین معنس این واتور ابه و اون واتور Avez-vous une voiture? بگید بله یک ماشین دارم وی جه اون واتیر وی جه اون واتور. ماشینم ماشینم معنی پس میشه ما واتیر ما واتیر « Ma chien est américaine. »« Ma voiture est américaine. » Vous voyez « américaine » Je peux appeler « t ».« Ma voiture est américaine. » Je ne peux pas appeler « Ma voiture est américaine. » Je vais essayer آیا کوچیکه زمیر بخوام بذارم دوباره سوم شخص مفرد خانوم بعد برش بذارم توی انگلیسی مثلا ایت میذاریم برای یه چیزی ولی اینجا دیگه ما ایت نداریم چون که مذکر مؤنث داریم همون مثل شی استفاده میکنیم اس پتیت اس پتیت داریم به نام واقعا واقعا Écoutez et répétez. Vraiment. 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 Tu ne me fais pas un. Pas vraiment. Pas vraiment. N'avoir Pas vraiment. Mais un dosé, il y a un coffre pour le zorger. Je vais vous dire que je vais vous Elle est assez grande. Elle est assez grande. Attention, je vais vous dire que je de vous dire. Grande. Vous avez un moine. Moine assez. وقتی مهنس باشه یه دونه او میگیره آخرش وقتی یه او بگیره آخرش اون دش تلفظ میشه میشه گراند گراند واتیوغ مثلا ولی اگه مذکر باشه دیگه او نمیگیره آخرش و گراند تلفظ میشه مثل چی؟ گراند گخصون پس معمولا اگه مذکر اگه مهنس باشه یه دونه او می گیر آخرش اگه جمع باشه یه دونه اس میگیر آخرش مثل گران گارسون جمع یه دونه اس هم گرفته اله اس گراند پر ما برای خانواده من به قدر کافی بزرگ اکوته اقه پته اله از گران پر Elle est assez grand pour ma famille. OK. Écoutez une autre fois. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Sarah. Enchanté, Sarah. Je m'appelle Serge. Comment allez-vous? Très bien, monsieur. Est-ce que vous parlez français? Oui, je parle un peu français. Est-ce que votre famille est en France avec vous? Oui, ma femme et mes enfants sont à Paris. Combien d'enfants avez-vous? J'ai une petite fille et deux grands garçons. Avez-vous une voiture? Oui, j'ai une voiture. Ma voiture est américaine. Est-ce qu'elle est petite? Non, pas vraiment. Elle est assez grande pour ma famille. بدونید که دارید خیلی کار بزرگی رو انجام میدید مراقب خودتون باشید درس ها رو بخونید از رو درس بنویسید مرور کنید به عقب برگردید به جلو برید تا نتیجه خوبی بگیرید سوالی داشتید من طبق معمول همینجام خیلی مراقب خودتون باشید ادمه اوغوا